فاجعه کرونا در ایران آمار جانگداز قربانیان در 501 شهر از 227800 نفر بیشتر است. زالی تا کنون 350 مورد قطعی ویروس انگلیسی کشف شده که کوه یخی است و بخش اعظم آن پنهان است و این زنگ خطر است. دانشگاه علوم پزشکی اهواز با وجود افزایش تختها و تمهیداتی که انجام دادیم همچنان بار مراجعات افزایشی بوده و با کمبود تخت و پرستار در استان مواجه هستیم دانشگاه علوم پزشکی بهبهان عمده مبتلایان به کرونا به تخت های آی سی یو نیاز دارند اما ظرفیت آی سی یو محدود است. رئیس بیمارستان حضرت معصومه قوم میزان کودکان کرونایی فزاینده است. 25 کودک از جمله چند نوزاد بستری هستند. رئیس دانشگاه پزشکی آذربایجان غربی بیماران بستری شده به 488 تن میرسد که 148 تن در آی سی یو هستند. سازمان مجاهدین خلق ایران بعد از ظهر دوشنبه 18 اسفند ماه 1399 اعلام کرد آمار جانگداز جانباختگان کرونا در 501 شهر از 227800 نفر بیشتر است. شمار قربانیان در آذربایجان شرقی به 8778 نفر در البرز به 5678 نفر در اصفهان به 14740 نفر در تهران به 53621 نفر در خراسان رضوی به 14985 نفر در خوزستان به 12365 نفر در سمنان به 3660 نفر در فارس به 6767 نفر، در کردستان به 3932 نفر، در کرمان به 5034 نفر، در کرمانشاه به 4604 نفر، در گیلان به 8101 نفر و در مازندران به 9667 نفر رسیده است. در تهران زالی رئیس ستاد کرونا گفت باید منتظر باشیم که در روزهای آخر اسفند نیز با حجم بیشتری از مراجعان مواجه باشیم هرچند که بیمارستانهای استان تهران آمادگی دارند اما با افزایش مراجعان با مشکل مواجه خواهیم شد تاکنون در کشور 350 مورد قطعی ویروس انگلیسی کشف شده که کوه یخ است و بخش اعظمی از آن پنهان است در استان تهران موج سوم از دامنه بیشتری نسبت به موج یک و دو برخوردار بود و وسعت گرفتاری ها نیز بیشتر شد. مسلما اگر موج چهارم نیز شروع شد با افزایش میزان مراجعان و مرگ و میر و بستری مواجه خواهیم شد. وی همچنین گفت زیرساخت های بهداشتی و درمانی بسیاری از استان ها اشباع است. تیم بهداشتی درمانی در برخی استان ها از جمله گیلان، گلستان و مازندران در طول یک سال گذشته با آسیب فراوانی مواجه شدند و ظرفیت بلقوه و بالفعل این مناطق در روزهای قبل اشباع شده و انجام سفرهای نوروزی به برخی استانها می تواند فاجعه بار باشد. در خوزستان معاون دانشگاه پزشکی احواز گفت متاسفانه با وجود افزایش تختها و تمهیداتی که انجام دادیم همچنان بار مراجعات افزایشی بوده و با کمبود تخت و پرستار مواجه هستیم. با توجه به کمبود تخت، بیماران غیر کووید را به بیمارستان های خصوصی انتقال میدهیم تا تخت برای دیگر بیماران خالی شود. رئیس دانشکده پزشکی بهبهان گفت، عمده مبتلایان به کرونا به آی سی نیاز دارند اما ظرفیت تخت های آی سی او محدود است. مردم باید مراقبت کنند تا حتی امکان مبتلا نشوند. زیرا بیمارستان های خوزستان نمیتواند پذیرای خیل عظیمی از مبتلایان باشند. در قوم رئیس بیمارستان حضرت معصومه گفت در روزهای اخیر مراجعه کودکان با علائم کرونا رو به افزایش است در حال حاضر 25 بیمار کودک مبتلا به کرونا بستری هستند که در بین آنها چند نوزاد نیز وجود دارد. در یز سخنگوی دانشگاه پزشکی از شناسایی 18 فرد مبتلا به ویروس کرونا انگلیسی خبر داد و گفت در حال حاضر 135 فرد مبتلا به کرونا بستری هستند که 35 نفر به علت وخامت جسمانی در آی سی بستری هستند. در آذربایجان غربی رئیس دانشگاه پزشکی گفت مجموعه بیماران بستری شده به 488 تن رسد که 148 تن در آی سی هستند و 33 تن با استفاده از ونتیلاتور تنفس می کنند. روزنامه حکومتی آرمان نوشت با در نظر گرفتن جمعیت حدود 80 میلیونی حداقل باید 800 هزار نفر واکسینه شوند تا یک درصد جمعیت را شامل شود بر اساس اعلام وزارت بهداشت تا کنون 570 هزار دوز واکسن وارد شده که برای 258 هزار نفر مورد استفاده قرار گرفته است حتی اگر در دو هفته باقی مانده دو برابر این میزان واکسن وارد شود باز هم 800 هزار نفر را شامل نخواهد شد. کشوری مانند امارات 65 درصد و ترکیه 10 درصد جمعیت کشورشان را واکسینه کردند. در حالی که همین حالا هم کشور وارد چهارمین پیک شیوع کرونا شده و آمار جان باختگان و ابتلا روند سعودی به خود گرفته است. دبیرخانه شورای ملی مقاومت ایران 18 اسفند 1399